חודש טוב, ראש חודש טוב, בשעה טובה מוצלחת. ראש חודש סיוון רו, מאה תורה רו, מאה עקד ازدواج من رو با خداوند شروع میکنیم. مزال ماه تومیم و در همین ماه اتفاقا تومیم یعنی دو قلو. در همین ماه ما دو برخواد تورا، تورای شفای تورای کردی، دو لوحه توسط موشه و اهرام، هر چیزیش دبل و دو برابر به عزت شم با برخواهی های بیشتر قبول میکنیم. بحث گمارا رو هر سه شنبه ساعت 7 صبح به وقت نیویورک ادامه میدیم. مسخت که دوشین در رابطه با میثبتی که فرزندان نسبت به پدر مادرشون موظفن که اون چه احترام پدر و مادر جزء کبود اوائم کبتت آویخا و ایمخا که ببینیم این نسوای احترام پدر مادر همطور که در بحث قبلی توضیح دادیم که هم وظیفه یرآ ترس از پدر مادره، هیبت اونها، و هم کاود احترام اونها که ببینیم در هلاخا یا در گمارا چه توقعی از فرزندان در رابطه با احترام پدر مادر داره. در گمارا توضیح میده تانو ربانا که حامیم در برایت ها اینجوری به ما یاد دادن که در تورا نوشته کبتت آویخا و ات ایمیخا، احترام بگذار پدر و مادرت رو، و نمر و در جای دیگه در ناوی گفته کبت ات هشم مهنخا، احترام بگذار خداوند رو از مال و دارایت، مهنخا از هر نوع قدرتی که داری، از هر نوع مال و دارایی که داری. گمارا اینجا یاد میگیره چون در رابطه با پدر مادر همین لفظ احترام کبت رو استفاده میکنیم، در رابطه با خداوند همین لفظ کبت احترام رو استفاده میکنه، گمارا میاد یک نتیجه کلی میگیره. هشوا حکتو که بود اوائم لخود همکان، که یکسان کرده، برابر کرده تورا احترام پدر مادر رو به احترام خداوند، لخود همکان، چون با همون لفظی که داره میگه کبت تاویخا، احترام بگذار پدر مادرت رو، با همون لفظ داره میگه احترام بگذار خداوند رو. و از اینجا که ما رو یاد میگیره که احترام پدر مادر رابطه مستقیمیه به احترام خداوند، و این چیزیه که داره تو را به ما یاد میده که در لوحه اول که تمام فرامین بین انسان و خداونده بین آدم لما کن، بت پرست نکن، من اصلا خدای تو، قسم دروغ نخور، شبات، در همون لوحه اول احترام پدر مادر، میسوای کبود اوائم رو همچنین خداوند به ما داده که به ما بگه که تو با پدر مادر طرف نیستی، با من طرفی. تاهینت اجر بالا داره، اهمیت بالا داره کسی که میسوای کبود اوائم احترام والدین رو سرنظر میاره، که داره احترام به خداوند میگذاره،
و خداوند همچین کردیتی و امتیازی براش قائل میشه که با احترام به پدر مادر احترام به خداوند میشه. همچنین در پاسخ گفته چی؟ ایش ایما و ویفتی را هر شخصی پدر و مادر خودش رو بترسه. در مورد ترس از پدر مادر صحبت میکنه و نعمت و همچنین در جای دیگه در پاسخ میگه ایش در پاسخ میگه ات هشم اله خطیرا خداوند خالقت رو بترس و اتو تعود و اون رو عبادت کن بندگی کن. باز میبینیم باز در رابطه با پدر مادر میگه تیراو بترسید، در رابطه با خداوند میگه تیرا بترس. باز از همون لفظ و فعل داره استفاده میکنه، از پدر مادر بترس، از خداوند بترس. گمارا نتیجه میگیره که باز داره به ما تورا یادآور میشه. هیشوا حکتوف مراد اوائم لمراد همکم، که باز تورا نه تنها احترام پدر مادر رو با احترام خداوند یکسان دونسته، ترس از پدر مادر رو با ترس از خداوند باز انسان تورا یکسان دونسته. پس یعنی تورا به ما فاش میکنه که با یک تیر هزار نشون میزنی، با یک احترامی که به پدر مادرت قائل میشی، با یک ترس و هیبتی که از والدین داری، داری در واقع ترس، هیبت و احترام خداوند رو به جا میاری. پس ما داریم در واقع با فرشتگان و رسولان و مأمورین خداوند زندگی میکنیم. پدر مادر که تا چقدر خداوند محافظ و هوادار پدر مادره که میگه به اونا احترام گذاشتی مثل این که به من احترام گذاشتی، از اونها ترس و هیبت داری مثل این که از من ترس و هیبت داری، کاملا رابطه مستقیم. موقعی که ما یک میسوای انجام میدیم، شبات، کشروت، هر میسوای دیگه، هنوز اون ارتباط مستقیم رو با خداوند برقرار نمی کنیم. اما سر میسوای احترام پدر مادر کی بود آبایم، میبینیم که داریم مستقیما تو اکانت و در حساب خداوند پسنداز میکنیم. هر اکانت و هر چیزی که در حساب والدین واریز بکنیم مستقیما تو حساب خداوند واریز میشه. از یک طرف چه درجه چه لطفی از این بالاتر که خداوند میاد و درجه این میسوا رو انقدر بالا میبره که با یک احترام فردی بین انسان و انسان، بین ما و پدر مادر، مثل این که به خداوند احترام گذاشتیم. از یک نفر، از یک نظر چه خبر خوبی، لطف بزرگی. اما از طرف دیگه مسئولیت بزرگ که انسان باید مواظب باشه که فقط احترام پدر مادر نیست که اینجا زیر پا گذاشته میشه، بلکه احترام خداوند. فقط ترس از پدر مادر نیست که شخص نادیده میگیره، ترس از خداوند. تا این حد این نیسوای کیبوت آوائم ما رو پایبند میکنه به احترام خداوند و ترس از خداوند. پس ما همونطور که گفتیم با یک شخص
طرف نیستیم که اون میتونه پدر یا مادر ما باشه، حالا چه معصوم، چه با عرضه، چه قدرتمند، چه ضعیف، ما با انسان طرف نیستیم، با خداوند طرفیم. مسواک و فرمان وظیفه که بود اوائم احترام پدر مادر، که با احترام خداوند منجر میشه و همچنین ترس از پدر مادر که به ترس از خداوند منجر میشه. اما گمارا میگه ببین، در تورا فقط به ما به احترام پدر مادر و ترس از پدر مادر دستور نداده، همچنین در مورد بی احترامی به پدر مادر هم توضیح داده. با اون چیه؟ مکلل آوی ویما در پاسخ نمر مکلل آوی ویما موتیومار، کسی که میاد پدر مادر خودش رو با نام خداوند دشنام میده، فحاشی میکنه، بی احترام میشماره، نفرین میکنه، مکلل آوی ویما در تورا میگه با وجود تمام شرایط با شاهدین و الاخر میتونه حتی حکمش مرگ باشه در بدی، در دادگاه به اعدام برسه. مکلل آوی ویما، حتی با اینکه فقط لفظی بوده، تا این حد احترام پدر مادر رو تورا بالا میبره که میگه مواظب حرف زدن داشت. مکلل آوی ویما، مبادا حسب شالوم شخص با اون درجه بی احترامی لفظی، دشنام، نفرین، فحاشی، توهین به پدر مادرش بیاد. مواظب باش. میگه در مورد پدر مادر، کسی که میاد بددهنی میکنه به پدر مادر، این چنین نوشته، و همچنین در مورد خداوند نعمت، ایش ایش که کلل الهاو و نسا حت او، هرگاه شخصی نفرین بکنه، کفر بکنه، کفر بگه حسب شالوم خداوند خالقش رو، گناهش رو به دوش میگیره و باید محکوم در دادگاه قضاوت بشه. باز گمارا میگه نگاه کن، هیشوا حکتو، میاد اینجا باز یکسان میکنه، مقایسه میکنه، برابر میکنه. بیرکت آوائم، لفظ مثبت استفاده کرده، نمیگه نفرین پدر مادر، میگه بیرکت یعنی برخا، لفظ مثبت استفاده میکنه که ما رو، یعنی برعکس. میاد اینجا بددهنی و یا توهین به پدر مادر رو لبیرکت هماکم، به اون بددهنی که شخص نسبت به خداوند روانی داره رو یکسان کرده، که باز همون ارتباط مستقیم حتی از روی بی احترامی متاسفانه وجود داره، که باز ما با شخص طرف نیستیم. ما با خداوند طرفیم و چون خداوند مالها آرز که بودو مملوع دنیا تمام، از تمام جبروتش مالها آرز که بودو، در نتیجه طبق همین موضوع میاد به ما میگه اریخوت یمیم، کسی که این مسواک رو به خوبی به جا میاره طول عمر نصیبش میشه. چرا؟
چون داره از این طریقه احترام پدر مادر به خداوند نزدیک میشه و خداوند لولان واحد تا ابد و کسی که با خداوند نزدیک میشه اونم ابدی میشه. به همین دلیل طول عمر رو داره خداوند در این مسوا به ما میده. اریخوت یامیم. اما ما میدونیم در تورا پارشای میشپاتیم در برابر نفرین و یا توهین به پدر مادر همینطور هم مضروب و کتک کرد زدن پدر مادرم رو میاره، میگه مکه آوی و ایما، کسی که پدر مادرش رو کتک بزنه. آیا در مورد این نیز همون مصداق داره، همون برابری داره؟ در گمارا میگه اول به حکا، یعنی در مضروب کردن کتک زدن که در تورا میگه ما رو من میکنه و دای ای افشا، چون به خاطر اینکه نمیتونه کسی خداوند و خسته شالم کتک بزنه. پس به همین دلیل در این مورد مثال یا پاسخی به ما نگفته که خداوند و خسته شالم کتک نزن، چون از این پاسه. ولی در مورد لفظ توهین، چون میتونه شخص حتی به خداوند هم خسته شالم کفر بگه و توهین بکنه، گفته این کارو نکن. در مورد خدا ترسی گفته از خداوند بترس. در مورد احترام پدر خداوند گفته بگذار. چون اون سه مورد دیگه امکانش هست به ما گفته و دقیقا همون سه مورد رو در مورد پدر مادر میبینیم و نه تنها، تازه مورد چهارم گفتیم که تورا میاد من میکنه ما رو از کتک و ضربه فیزیکی به پدر مادر، همکه آبی و ایمو. و گمارای نتیجه میگیره، میگه حقیقتن هم همینه. چرا؟ بخن بدین ششلشتام شتافیم بود و میگه دقیقا هم همینه، چون به خاطر این که پدر مادر و خداوند سه شریک تولد فرزند هستن، در نتیجه یکی از اون شرکا بهش احترام و یا بی احترامی بشه مثل این که به بقیه شده. پس این ارتباط سگانه‌ای که شراکت سگانه‌ای که بین خداوند پدر و مادر وجود داره یک ارتباطیه که جدا نشدنی، شراکتشون تا ابد ادامه داره. چه قبل از فوت در هنگام حیاتشون و چه بعد از فوت، هنوز این نسوای احترام پدر مادر وجود داره. پس یعنی گمارا میاد به ما از یک طرف خبر خوبی رو میگه، میگه از پدر مادر بترس، از پدر مادر حرف شنوایی داشته باش، احترامشون رو داشته باشی، از خداوند حرف شنوایی داشتی، از اونا از خداوند ترسیدی. تا این حد خداوند میاد و میگه اونا نایبین من هستن در زندگی تو، به اونا احترام بگذار، به من احترام گذاشتی. ولی از طرف دیگه چقدر انسان رو هوشیار میکنه که مواظب باش، همونطور هم بی احترام به اونها حسب شلام بی احترامی به خداوند حساب میشه. در ادامه گمارا این چنین میگیم تانو ربانان شلوشا شتافین هم با آدم، که ما یاد گرفتیم در برایتا که سه شریک هست
در تولد انسان عقلش بارخو خداوند آویو و ایما پدر و مادر و راشد توضیح میده میگه منظور از این سه شریک چیه؟ منظور از این سه شریک که داریم صحبت میکنیم در چه موقعیتی؟ در چه شراکتی؟ به چه نحوی؟ شلوشا شدفین هن و در برایتا میگه در مسیح نیدا توضیح میده ایش مزریه لوبن که هر سفیدی که در بدنه از طرف مرد پدره ایشا مزرد اودم و هر قرمزی که در بدنه از مادره سفید استخون دیگه هر چیز سلول سفید هر چیزی که در سفیدی که مرد هر چیزی که در بدن سفیده چون نطفه هم سفیده هر چیزی که در بدن سفیده از مرد هر چیزی که قرمز چون تخمک ها و حالت های قرمزی که با نطفه همراه میشه از طرف زنه پس میگه لوبن هر سفیدی از طرف مرد هر قرمزی از طرف زن پس اینا با هم دیگه تشکیل جسم رو میدن در نهایت و هاقادوش بارخو نفه یحبو نشما و خداوند در اون نشما رو که یک قدرت نامرئیه رو میدمه همچنین قدرت ها حس های شنوایی بینایی و کلام رو در رو پدید میاره آمین پس یعنی همونطور که نشامای ما از جانب خداونده هر قدرت و حس دیگه هم که ما در بدن داریم از جانب خداونده مرئه عین قدرت بینایی شمیت اوزن قدرت شنوایی و دیبور و کلام و اگر بتونیم به ذات هشم از کلاممون برای احترام به خداوند استفاده کنیم از شنواییم برای میسوت استفاده بکنیم از بیناییمون برای دوری از گناه استفاده بکنیم اگر از این قدرت ها و حسایی که خداوند درون ما قرار داده بتونیم برای ارتباط با خداوند کامیونیکیشن با خداوند استفاده بکنیم اتفاقا میبینیم که این حس و قدرت ها را درجه شد تا چه حد بالا بردیم بمدر قدوسیت کدوشایی به این سه قدرتیه که در ما هست کسی که چشم مقدس داره کسی که گوش مقدس داره و کس شخصی که کلام گفتار مقدس داره این سه قدرت و این سه حس رو ما در بدنمون بتونیم مقدس نگه داریم قدوسیت ما رو حفظ میکنیم چشم مقدس گوش مقدس و کلام مقدس حداقل ما برای دهانمون هم از دندان و هم از لب میتونیم استفاده بکنیم که جلو دهنمون رو بگیریم
گفتاری که نباید بگیم و نگیم، دهنمون رو چفت ببندیم. از چشممون میتونیم با پلک چشممون استفاده بکنیم، چشممون رو ببندیم که قدوسیت چشممون رو حفظ کنیم. اما گوشمون چی؟ چطور میتونیم جلوی گوشمون رو بگیریم و قدوسیت گوشمون رو حفظ کنیم؟ اونایی که تو کار گوشن، در گمارا میگه لاله گوش که نرمه رو برگردونیم کجا؟ در گوشمون که نشنه. پس یعنی این سرشاراه، این سرشاراهی که درون ما هست، شاراه بینایی، شاراه دهان، گفتار، شاراه شنوایی، اگر ما حواسمون به این سه تا شاراه باشه، این سه قدرتی که نشاما ارتباط مستقیم باشون داره، اگر ما به این سه شاراه توجه کامل بکنیم، مثل اینکه به نشامامون توجه کردیم، از نشامامون حفظ و حراست کردیم. پس در نتیجه حضور خداوند درون هر یک کدوم از ما با اون حس و قدرت هایی که در ما دمیده. پس فقط این نیست که پدر مادر با نزدیکیشون تولدی رو پدید میارن، بلکه دارن ابتداعا با خداوند در شراکت کانترکت، هم عهد و پیمان میشن و اون هم پیمانشون با خداوند تولدی رو پدید میاره. طبق همین از چقدر مهمه که در هنگام نزدیکی حتما زن و شوهر یک فکر مقدسی رو داشته باشن که بتونن نشامای مقدسی رو برای اون فرزند، برای اون نطفه که قرار منعقد بشه یا برای اون شراکت بتونن پایه بگذارن. بر طبق حلقهای طهارت میشبخواه باید طهارت کامل رو همسر داشته باشه در هنگام نزدیکی، چون بخاطر اینکه حضور خداوند و شخینا و شراکت خداوند رو ما اینجا داریم پدید میاریم. پس به عزت هشم از این درس بزرگ گمارا امروز ما نتیجه میگیریم که ما راستشو بخواید داریم با شرکای خداوند زندگی میکنیم، در دامن و آغوش شرکای خداوند که پدر مادر هستن داریم بزرگ میشیم. و چه لطفی از این بالاتر و چه مسئولیتی از این بیشتر که انسان حواسش کاملا به رفتارش باشه، چه در رابطه با پدر مادر و چه در رابطه با خداوند. هشم کمک کنه که بذاره چه میتونه به اون درجه به خود برسیم. برو هشم لعولم، امین و امین.